یک مطالعه جدید نشان می دهد که استراتژی ضد تروریسم حکومت انگلیس باعث تقویت کلیشه های منفی در مورد اسلام و مسلمانان شده است. این امر همچنین باعث خودسانسوری و انزوای دانشجویان مسلمان در دانشگاه های این کشور نیز گردیده است. طبق مطالعه که توسط دانشگاه سواس لندن به همراه دانشگاه های لنگستر، دورام و کامتری منتشر شد دانشجویانی که از استراتژی ضد تروریسم دولت بریتانیا با نام جلوگیری حمایت می کردن تقریبا سه برابر بیشتر از کسانی که مخالف این استراتژی بودند اسلام و مسلمانان را دشمن غیر مسلمانان می دانستن. این مطالعه همچنین نشان داده دانشجویانی که رادیکال شدن را به عنوان مشکل در محبتی دانشگاه میدیدند چهار برابر بیشتر معتقد بودند که مسلمانان سهم ای در زندگی اجتماعی بریتانیا نداشتند. در این میان 43 درصد از 2000 دانشجویی که در این نظرسنجی شرکت کردند اسلام را دین ضد زن تصور می کردن. این تحقیقات همچنین نشان داد که دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها خود را در حین بحث و گفتگو درباره اسلام سانسور می کنند تا از سوء زن علیه خودشان و بقیه جلوگیری کنند. تنها یک چهارم از پاسخ دهندگان گفتند که احساس می که کاملا آزاد هستند که نظرات خود را درباره اسلام در چارچوب دانشگاه بیان کنند. ماتو مهمان یکی از نویسندگان گزارش در مقاله‌ای با عنوان دموکراسی آزاد نوشت تحقیقات ما نشان می دهد که دانشگاه ها می اقدامات بیشتری برای مقابله با ریشه‌های های اسلام حراسی انجام دهند و اطمینان حاصل کنند که در حفظ نجات پرستی هم دست نیستند. این مقاله تاکید کردن با عنوان مراکز تفکر انتقادی دانشگاه ها از ظرفیت و وظیفه اخلاقی برخوردار هستند تا به این تعصبات پذیرفته شده اخیر رسیدگی کنند.